مخلوقه زیاد توصیف نکنه. یک عالم میگه، میگه دمی اول قرآن چرا الحمدلله گفته شده؟ میگه به خاطر از اینکه کلمه حمد که است شامل تمام صفات عالی میشه، که مجموع کل صفات، تمام نام های و صفاتی که الله متعال در قرآن عظیم شان ذکر کرده و در احادیث آمده و یا مثلا بر رسول الله هم گفته نشده، به دیگه کسی گفته شده، یا الله متعال در علم غیب خود رو حفظ کرده، کل زود در کجا خلاصه شده؟ در الحمدلله. اینال اگر امین مفهوم انسان درک میکنه و مطابق این امین مفهوم میگه سبحان الله و بحمده، امین کلمه ازی، امین جمله بسیار ثقیل در ترازوی میزان ازی میباشه. و اگر مفهوم نمیفهمه، هزار مرتبه سبحان الله و بحمده میگه، در این لحظه در 995 میشه رسیده که یک مخلوق داخل میشه، باز میخیزه تمام صفات خوب ده با کی بیان میکنه؟ با این مخلوق بیان میکنه. این مخلوق آنقدر بلند میبره، او روز ما کلپ هم میشدیم یک عالم در باری یک شخصیت گپ میزد، میفید این شخصیت از موسی علیه السلام که در رتبهش بلند است، از عیسی علیه السلام که در قبرتریت داره، از کل یکی که در گفت تا محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که در معراج رفت دید که یک نفر شیشته. کیست این نفر؟ او برش میگه ملکه، گفت که او صاحب پیش از شما وقت شما هنوز در اسرا بودن که وقت در معراج رسیده. و من این نکته هم در اینجا عرض کنم که بله، ما هیچ گونه ابا نداریم از این که اعلام کنیم که علی ابن ابی طالب بر تمام انبیا، حتی بر انبیای اولوالعزم برتری داره، که علی ابن ابی طالب بر تمام انبیا، حتی بر انبیای اولوالعزم برتری. مشکل در چی است؟ که این انسان پرستی از این به اندازه بلند است که حتی یک مخلوقی که شاگرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم از او را از استادش کرده و از کسی که بالایش وحی آمده از او کده رتبه شد، نه تنها از او، از کل پیغمبر ها کده رتبه از او را بالا میبره. پس اینا اگر این روزانه 500 هزار دفعه بگه سبحان الله و بحمده، چون زیر بنای کلامی از این عقیده راسخ توحیدی قرآنی نیست، تمام گفتار از این هباء منثورا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اصلا برش هیچ وزن نمی. سعی میخه نماز خوانده، برش ملائکه میگه، میگو نمازی که تو خواندی چند روز، روز والا روز 500 رکات نفل خوانده، میگه اصلا برای 500 رکات نماز تو ترازو نیست، زیربنایش خراب است.